حتماً یه تغییری تو برنامه‌شون پیش اومده. شایدم چون پشت فرمان بوده وقت نکرده بهت زنگ بزنم. واقعا خیلی جالبه. مطمئنم هم برای تو هم برای بیگم یه دلیل قانع کننده داره. باید به فاروق به خاطر این حس اعتمادی که برای تو ایجاد کرده تبریک بگی. تو چه مشکلی با فاروق داری؟ چرا اینقدر از دستش عصبانی؟ حالا که کارتون به کتک کاری رسیده، فکر نمی کنم مقصرش فقط فاروق باشه. سارای جون، من اول با تو آشنا شدم. تو یه زن سفت و سخت بودی. یعنی اگه دوست خواهرم نبودی، محال بود پرونده یه افریتی مثل تو را قبول کنم. ولی وقتی تو رو شناختم، با روحیات تشنا شدم. اما الان چی؟ تبدیل شدی به یه زنی که زیر سایه همسرش از کارای مورد علاقه‌ش و حتی از خودشم دست کشیده. من هیچ وقت از خودم دست نکشیدم. از این به بعدم نمیکشم. در ضمن عشق گم شدن تو سایه یه نفر نیست. عشق دو نفری به روشنایی رسیدنه. من این چیزا رو نمیفهمم. اما وقتی به شما نگاه میکنم، سرایه قبل از فاروق رو نمیبینم. اصلا میشه بگی آخرین بار کی ویولن زدی؟ یا آخرین باری که آواز خوندی کی بوده؟ مگه قرار نبود تو استانبول کنسرت بذاریم؟ مگه قول ندادی؟ تو اصلا از اون آدمایی نبودی که بی خودی قول بدی. خیلی خوب باشه، در این مورد حق با توئه. معذرت میخوام. عزیزم، من اینا رو نمیگم که معذرت خواهی کنی. ببین، من از همه پرونده‌ای که تو امروز داشتم یه نتیجه گرفتم. بذار به تو هم بگم. مکانیزم مردها یکم با هم فرق میکنه. یعنی اول یه زنی رو میبینم، یه زنی که جلب و توجه میکنه، زنی که با انرژیش همه رو مجذوب خودش میکنه. طبیعتاً اون مرد هم مجذوبش میشه. با خودش میگه این زن میتونه به زندگیم یه رنگ و بوی تازه بده. اگه خیلی خوش شانس باشه، زن هم عاشقش میشه. بعد با خودش فکر میکنه نکنه چیزی که من تو این زن میبینم بقیه هم ببینن. نکنه همه تحت تاثیر قرار بگیرن. اگه بگیرن چی؟ نکنه حواس زن مورد علاقه هم پرت اونا بشه. هی پیش خودش خودخوری میکنه. بعد شروع میکنه به درست کردن دردسر. یه زن عاشقم اکثر مواقع عشق میده. دلش هم نمیخواد مردش ناراحت بشه. اطرافیانش هم همینو بهش میگن. میگن مؤدب باش، متین باش. برای همینم هم همیشه بهش سخت میگذره. آخرش چی میشه؟ یواش یواش از همه چیزایی که دوست داشته فاصله میگیره. مثلا از دوستای صمیمیش، از فعالیتایی که دوست داشته مثل آواز خوندن. این مثالا رو تا جایی که بتونی ادامه میدی. خب میدونی بعدش چی میشه؟ تو رابطه هایی که من نیست ولی ما هست، یه نفر کم کم از خودش دست میکشه. بخیال، من دیگه برم. بسش باز شد. منم همینجوری دارم حرف میزنم. میرسیم به مسئله فاروق. من باهاش هیچ مشکل شخصی ندارم. چرا باید مشکلی داشته باشم؟ فقط در مورد آدمایی که دوستشون دارم یه کمی حساسم. فقط همین. اونم در مقابل حساسیت های خاص خودشو داره. به نظر من کل موضوع ما همینه. اگه نیست یکی بیاد به منم بگه که چه خبره. بی خیال، من دیگه باید برم. داریم میرسیم پارک جنگلی. میبوسمت. دیگه دارم میرسن اونجا. میبینم. سلام دلان. سلام، تو هم اینجا بودی؟ سرایه کارم داشت، اومده بودم یه مسئله رو براش توضیح بدم. راستی تو خوبی؟ رابطت با آدم چطور؟ خوبم، یعنی خوبی، میگذرونیم دیگه. میدونی که تنها از اینش یه تلفونه. آره میدونم، ممنون. راحت باش،
کسی اینجا نیست. چرا؟ بذار خودش برات تعریف کنه. تا شب قراره بازی کنیم ها، همه چی هم ممنوعه. خیلی خب، حالا بگو ببینم چیا ممنوعه. بگو دیگه چیا ممنوعه. مثلا تلفن، تبلت، اینترنت، همشون ممنوعه. او راست میگی، اینترنت تو خونم 24 ساعته نبود عزیزم. آه درسته. ولی تو تا یه ساعتی رو اجازه میدادی بازی کنم، اما اینجا کلا ممنوعه. فقط ما و طبیعت، منم فقط با شما دوتا ارتباط دارم. وای با شما دوتا اومدم پیکنیک، خیلی هیجان زدم. آخ جون، من برم به دوستان بگم که تو هم اومدی. صبر کن صبر کن امیر، هنوز وسایلت از تو ماشین در نیاوردی. همش میخنده، خیلی خوش. آره فاروق، تو امیر اینجا نیست، میخواستم یه چیزی رو بهت بگم. من نمیدونستم با جون انقدر بد دعوا کردی. بهتره امروز این موضوع رو اصلا باز نکنیم باشه؟ ما به خاطر امیر اومدیم اینجا، بذار روزش همجوری خوب بگذره. ببین عزیزم، به نظر من حتما یه اتفاق افتاده که چیزی بهت نگفته. چرا باید چیزی رو که خودت به این راحتی میتونی بفهمی رو ازت پنهون کنه؟ بهتره من برم تو اتاق یکم تمرین کنم. نمیتونم اینجا بشینم، خیلی کلافم. بابا، میخوای ویولون بزنی؟ اینقدر برات عجیبه؟ نه آخه، خیلی وقت بود که نزده بودی، برا همین تعجب کردم. پس معلوم شد الان دیگه وقتش تمرین کنم. اصلا میشه بگی آخرین بار کی ویولون زدی؟ یا آخرین باری که آواز خونی کی بود؟ یه زن عاشق اکثر مواقع عشق میده، دلش هم نمیخواد مردش ناراحت بشه، اطرافیانش هم همینو بهش میگن، میگن مؤدب باش، متین باش. برای همین هم همیشه بهش سخت میزنه. آخرش هم چی میشه؟ یواش یواش از همه چیزایی که دوست داره فاصله میگیره، از دوستای صمیمیش، از فعالیتایی که دوست داشته مثل آواز خوندن. این مثال رو تا جایی که بخوای میتونی ادامه شون بدی. آخه این چیه ها؟ هر بار میبینمش مثل اون روز استرس میگیرم. به خدا اصلا نفهمیدم چطوری لیوانو از دست دختره بیچاره گرفتم. آخه چرا به هم نگفتی ها؟ من از دست تو چی کار کنم؟ آخه نمیشد بگم، اگه میگفتم که سورپرایز نمیشدی. مسخره. خب میخواستم بخندی. من چه میدونستم سریا اول صبحی پا میشه میاد اینجا اون لیوانو میگیره دستش، هوس میکنه توش چای بخوره. آخه یهو عکست ظاهر شد و منم خوشگم زد. خیلی خوب. چی شد؟ من مجبورم برم دیگه، میدونی که رئیس امروز نیستش، بازم همه یه کارا ریخته سر من. باشه، ولی شب میام میبرمت. کجا میخوای ببری؟ ای بد جنس، تو میخوای منو امتحان کنی؟ آره، فکر کردی من لو میدم؟ به همین خیال باش. چیو؟ امشب میخوام هیجان انگیزترین و خنددارترین و عاشقانه ترین شب زندگی تو بسازم، یه ماهگیمونو. وای تو چقدر باحالی. آره لو نده، منم مثلا هیچی از امشب نمیدونم. راستی تو خونم میشه ها؟ نه نه نه، اصلا تو خونه نمیشه. امشب باید به یکی از شبای فراموش نشدنی ما تبدیل بشه. باشه جگرم، من رفتم. باشه شوالیه من، امشب بی صبرانه منتظرتم. گود بای. یه ماهگی دیگه از کجا در اومد؟ مگه ما بچه دبیرستانیم؟ ای بابا بفرما، کادو مادو هم که نخریدم. حالا امشب فقط باید مثل بز نگاش کنم. همین دخترم بسه دیگه، اون گوشی وامونده رو بذار زمین. هر دقیقه گلستانو میفرستی بالا به بچه سر بزنه. وقتی گوشی ازش دوره نمیتونم صدای نفساشو بشنوم. ای بابا
مامان جون شما میگین شما برین شام بیرون، ولی میبینین که امروز فاروق نیست. همه ی کارهای شرکت ریخته رو سر فکرت. هیچ کس هم نمیگه تازه پدر شده کارشو کمتر کنیم، انگار لجبازی هم میکنه. فکرت قبل از اینکه پدر بشم دیر میومد خونه، خودت که میدونی. خودت دیگه میدونی، نباید توضیح بدم. هرچند ولش کن، خدا رو شکر روزای بعدمون تموم شدن. خدا رو شکر تو هم حالت خوب شده، درسته؟ دیگه بسه، هرچقدر از هم دور موندین بسه. آخه امشب چطوری ادا رو تنها بذارم؟ عزیزم، تا وقتی شماها بیاین من پیش بچه میمونم. بابا از خونه برین بیرون، چند تا آدم ببینین، زن و شوهرین برین با هم قدم بزنین. خیلی خوب، درست میگین، ولی همچین برنامه‌ای فکرت نداری. توقع داری من زنگ بزنم شام دعوتش کنه؟ ایپک خانم، مسئله اینه که بتونی بیاریش خونه. همین که بتونی بکشونیش خونه خودش کلیه. ببین، یه زنگ بهش بزن، بعد میبینی چقدر خوشحال میشه. باشه. سجو اون یکیش هم باید همینجا ها باشه. یه نفسه آیناش، واقعا معذرت میخوام. نه بابا اشکالی نداره، حتی اگه چیز مهمیه خواهش میکنم جواب بدین. نه نه چیزی نیست، تولد یکی از دوستامه، منم دارم هماهنگیشو انجام میدم، ولی هنوز مکانشو مشخص نکردم. کار شرکت کم بود، حالا رفتی تو کار هماهنگی؟ البته به جز این که تونتون پیغام میفرستن کار سخت دیگه ای نداره. هدیه چی خریدی؟ واقعا میخواین بدونی؟ آخه منم خسته شدم از بس راجع به بودجه حرف زدیم، خواستم یکم راجع به چیزای بهتر صحبت کنیم. اصلا زنگ تفریح میدم، چی خریدی؟ آقا فکرت نمک ریختیم رو زخمم. کارهای هماهنگی عالی پیش میره، ولی هنوز نتونستم براش هدیه انتخاب کنم. شوخی میکنی؟ مگه کادو خریدن چقدر سخته؟ خیلی. وقتی میخوان کادو باز کنم خیس عرق میشم، همش به خودم میگم چرا موقع کادو خریدن بیشتر دقت نکردم. من فکر میکنم وقتی مغزم بین دوتا گزینه گیر میکنه، توانایی انتخاب کردنشون از دست میده. به خدا خودمم نمیفهمم، نخندین، به خدا شوخی نمیکنم. چند روزه همش دارم فکر میکنم برای دوستم چی بخرم، اما تولد دختره رسیده و من هنوز تصمیم نگرفتم. پس امروز زودتر برو. نه بابا، مگه میشه به خاطر یه هدیه زود رفت؟ نه ممنونم. نه جدی میگم، برو. وقتی همیشه برای اضافه کاری میمونی خوبه. حالا برای تولد دوستت زودتر برو، یه دستور از طرف مقامات بالاست. واقعا ممنونم. جونم فکرت، امشب میشه یکم زودتر بیای خونه؟ میخوام دوتایی بریم بیرون، هر دومون بهش نیاز داریم. خیلی وقت دوتایی نرفتیم بیرون. باشه میام. ممنون اسما، خیلی ممنونم. با کمک شما ایپک حالش بهتر شده. کی میشه من از تو تشکر کنم کیمی جون؟ یک کلمم در مورد ریحان به من چیزی نمیگی؟ به خدا من خودمم هیچی نمیدونم، خودتون دیدین که به خاطر حال و روز ایپک اصلا نتونستم به اون موضوع فکر کنم، اصلا هیچ خبری ندارم، باور کن. ببین این آدم دیگه داره خیلی رو اعصاب من راه میره. میبینی که هر روز داره بیشتر برامون درد سر درست میکنه. تو هم از این به بعد یکم بیشتر به اون طرف دقت کن. حواسم هم به این طرف هست، خودت که میبینی. چرا اینقدر با عجله اسباب کشی کردن ها؟ والا به خدا منم نفهمیدم. دلارا گیر داده میخوام برم. ریحانم یه دفعه رفت تو خونه یه کوچیکتر. کسی که اسباب کشی میکنه نیاز به کمک داره، برو کمکشون کن. ثواب داره. برو ببین چیزی از اون خونه دستگیرت میشه یا نه، شاید چیزی فهمیدی. من که نمیتونم اون آدمو ببرم شرکت بغل دست بچه هام بشونم. باشه اسما، من فهمیدم، فعلا میرم به بچه سر بزنم. نمیخوام ایپک بگه به بچم بی محلی کردین و بهش سر نزدین. خانم جون این واسه شما اومده. چیه؟ از طرف کی؟ نمیدونم. راستی لطیفه خانوم میخواستن یه سر بیان شما رو ببینن. لازم نکرده، حوصله‌شون رو ندارم. خودت یه بهونه بیار بگو نیان دیگه. باشه. سنا بو کارانک
içinde ellerimi uzatıyorum. Sen فردا همون جایی که این عکسو گرفتیم منتظرتم، ساعت 3. görmüyorsun tutsana ellerimi ellerimi görmüyorsun tutsana انگار یکم شبیه خونه شده. معلوم شده از یه نجار ساده بیشتر بلدی ها. جزئیات خونم خوب شده مگه نه؟ 3 ماه دارم روش کار میکنم. چی شد یه دفعه‌ای به فکر خونه چوبی افتادی؟ بهش احتیاج داری؟ راستش برای روزی ساختمش که قرار بهش احتیاج داشته باشم. اصلا میخوام یه چیزی بهت بگم. ببین میدونم این خونه هنوز خیلی چیزا کم داره، اما میتونم همه رو آماده کنم. شاید تو الان حرفامو باور نکنی، میفهمم، چون که من شبیه اون چوپانی هم که عاشق دختر پادشاه شده. شاید نتونم شبیه اون قصری که الان توش هستی و بسازم، اما اسما تو هر جا پا بذاری برای من قصره. قریب تو داری چی؟ اسما میخوام بگم اگه از این در بری تو، میتونیم یه قصه خیلی قشنگ رو شروع کنیم. دیگه کاری به حرفای مردم نداریم، خودمون با حرفای خودمون قصه‌مون رو مینویسیم، همونطوری که من خودم این خونه رو تنهایی ساختم. اگه من از اون در بیام تو، دیگه رویایی برای تو باقی نمیمونه. بابا نمیذاره سنگ رو سنگ بندشه، مگه نمیدونی؟ چرا میخوای بری تو دهن شیر؟ اسما، عشق تو به من جرأت و جسارت داده. من آمادم این خونه رو 1000 بار از اول بسازم. حاضرم به خاطرت با کل دنیا بجنگم. تو فقط بگو چقدر منو دوست داری. اسما حاضری یه عمر کنارم باشی؟ Thank you.
خانم اینجوری با عجله قرار پارک کجا بریم؟ جنگلی. پارک جنگلی؟ بله. پیش آقا فاروق؟ آره؟ من که آدرسشو بلد نیستم. من بلدم نظیف، زود باش. نمیفهمم این خرید واسه چیه؟ همش تقصیر مامانمه. گلستان مصطفا کجاست؟ ای نمیدونم، همین دورو براست. الان میاد یه لحظه، شما اینجا بایستین، رفته ماشینو بیاره. اگه قراره نیاد ما یه تاکسی بگیریم برگردیم. میدونی که وقتی من نباشم ادا بیتابی میکنه. نه الان میاد. این چی؟ تخفیفاشون از الان برای سال نو شروع شده؟ آره، حتی برای شما دعوتنامه فرستادم، ولی چون با عجله اومدیم یادم رفت بهتون بگم. اگه میدونستیم تخفیفا شروع شده نمیرفتیم اونجا. میخوام برم لباسا رو ببینم، ولی عطا رو چی کار کنه؟ تو بهش برس، مام بزرگش هم هست، دوتایی مرغه باشه. پس این مصطفا کجاست گلستان؟ اوه نورگل، اومدم خانوم. به لطیف زنگ زدی؟ نه الان میخواستم بهشون باشه. زنگ بزنم. بهش زنگ بزن بگو من فردا خونم بیان. آخه یکم پیش گفتین بگم نیاد، حوصله‌شون رو ندارین خانوم. آخه اگه فردا نیاد پس فردا دوباره زنگ میزنه میگه هی میخوام بیام میخوام بیام، زودتر بیاد و بره. مطمئنین بهشون زنگ بزنم؟ معلومه که مطمئنم، برو زنگ بزن ای بابا. من باید فردا سرگرم باشم وگرنه اتفاقای بدی ممکنه بیفته. یعنی چی خانم جون؟ یعنی بهش زنگ بزن بگو فردا بیاد نورگل، خیلی کار سختیه. نه خانم جون، این چه حرفیه؟ گفته بودن میخوان ساعت 1 بیاد. باشه خیلی هم خوبه، بگو ساعت 1 بیاد. چشم، پس من بهشون میگم. بیاین بیاین اینجا رو ببینید. چی نوشته؟ چیه؟ نشونه های این بازی رو دنبال کنین تا به ماهی برسین. اگه درخت قدار رو پیدا کنین ادامه ای را هم میتونین پیدا کنین. بودو 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 درخت قدار رو پیدا کنین. بودو پیداش کنین. اینا هاشینه هاش پیداش کردم. خب نشون بده ببینم چی نوشته. از بغل یه درخت برو کنار جلبک ها وایسا. کنار همه این درخت ها جلبک هست. آخه آخر راه کجاست؟ باید بریم اون جلبک ها رو پیدا کنیم. یالا عجله کنیم. من بهتون گفته بودم اونجا نریم. بهتون گفتم ما دست کنار اون پرچم قرمز میرفتیم. اینجا رو ببین، باید این خط قرمز رو دنبال کنیم. ولی به نظر من باید از اینجا برمیگردیم. باید مو رو دنبال کنیم. باید قبل از تاریک شدن هوا بهش برسیم. باشه. از مسیر نری بیرون. پسرم یواش، من دیگه خسته شدم. بیا میدونی چند دقیقه است داریم را میریم؟ خیلی پر انرژی ماشالله. پیداش کردی؟ اینا هاش پیداش کردم. چی نوشته؟ بگم؟ حالت خوبه؟ چی شد مامان؟ چیزیت که نشد. حالت خوبه؟ بام لیز خورد. وقتی یه خانم دکتر کل روز میشینه اینقدر راه بره اینجوری میشه دیگه، یه هم میفته. آره باشه، پس بیاین اینو بخونی. نه نه فقط پام لیز خورد. مامان چقدر تنبلی. خب بیا دیگه. پیداش کردم. چی پیدا کردی ببینم؟ به خدا من خیلی خسته شدم. ببینم اگه سنگا رو پیدا کنی گنجم پیدا میکنی. حالا باید بریم دنبال سنگ بگردیم. امیر جان عزیزم، تو با مامان ادامه بده، من بعدا میام پیشتون. باشه کیفت یادت رفته.
سریا، سریا باور کن یهویی شد، برای همین نشد بهت زنگ بزنم. نگو نتونستم زنگ بزنم، بگو تو رو یادم رفت. نمیخواستم روزت خراب بشه سریا. کی خراب نشه، تو یا من؟ بسه فاروق، من چیزیو که باید میدیدم و دیدم دیگه، بسه. مگه چی دیدی؟ ها چی دیدی؟ فاروق الان دلم نمیخواد باهات حرف بزنم، برگرد برو. خدا میدونه الان تو مغزت چی میگذره. تو مغزم همون چیزی میگذره که با چشام دیدم. قبول کن از وقتی جان اومده تو زندگی بیگم تو دیگه ولش نمیکنی، باید اینو قبول کنی فاروق. بس کن دیگه، با خودت رو راست باش، با من رو راست باش، اینو به ما بدهکاری، فهمیدی؟ بدهکاری. یه چیزی بگو، آره حسودی کردم، من حسودی کردم، من نتونستم هیچ کاری برای این بچه انجام بدم. اون بچه هیچ وقت کنار پدر مادرش نخوابیده، از خواب بیدار نشده، هیچ وقت اینو تجربه نکرده، هیچ وقت نتونسته کنار خانواده‌اش تو روز عید صبحونه بخوره، هیچ وقت نمیتونه برای سال نو با پدر مادرش برنامه‌ای داشته باشه سریا. آره به خاطر چیزایی که نمیتونم بهش بدم حسودی کردم، به خاطر اعتمادی که نتونستم به بیگم بدم حسودی کردم. بیگم چون به من اعتماد داشت گذاشتم، به خاطر همینم به من نگفت که حامل است، چون من نمیتونستم جلوی مامانم وایسم گذاشته رفت. حالا مقصر فقط مامانمه، هیچ کسی مقصر نیست، یا فقط بیگمه، من مقصر نیستم. من نتونستم جلوی مامانم وایسم، زندگی اون بچه رو نابود کردم. آره حق با توه، باید با خودمون رو راست باشیم. راست میگی. ببین من چیزی که تا حالا تو زندگیم تجربه نکرده بودم با تو تجربه کردم. الان دارم با چیزایی سر و کله میزنم که تو عمرم حتی بهش فکر نمی کردم. سریا من نگران اینم که نکنه چون به فکر بچه مامی وقت تو ناراحت بشی. چی کار باید کنم؟ به خاطر اینکه بیشتر از این ناراحت نشی بهت زنگ نزدم، باور کن. میخواستم حواسم اینجا پیش امیر باشه، اگه تو ناراحت میشدی منم ناراحت میشدم. خیلی میترسم سریا، من تازه با این بچه آشنا شدم، هنوز براش غریبم، من هنوز براش غریبم. بعد حالا یه نفر میخواد بیاد تو زندگیش، اگه باورش کنه چی؟ اگه بهش اعتماد کنه چی؟ اگه بهش بگه بابا؟ اگه منو فراموش کنه چی کار کنم؟ من از اینا میترسم سریا، خیلی میترسم. من هیچ کاری برای این بچه نکردم، من نمیدونم باید چی کار کنم سریا. بابا سنگا رو پیدا کردم، زود باش، باید گنج رو پیدا کنیم، راه از این طرفه، زود باش، عجله کن، زود باش بیا. خب حالا این صحبت هامون به نظرتون نتیجه میده؟ ای بابا این هفته کم خسته شده، اینم اضافه شد. چرا خسته شدی؟ خب مامانم داره اسباب کشی میکنه، ما به اون کمک میکردیم، البته اونم به اصرار دلارا خانم. دلارا خانم؟ آها همسرتون. همسرم. اصرار کردنش اذیتتون میکنه؟ آره دیگه یکم. مامانم اصلا زبون نداره. خب خونه به اون بزرگی فقط یه پسر داشت. یه خواهرم داره، البته یه خواهر بی خیر و برکت، معلومه. تا وقتی که پسرش هست، خواهرش محاله ازش مراقبت کنه. مادرتون مریضه، یعنی تنها زندگی کردن براش سخته؟ نه، سختش نیست. مامانم مثل فرشته ها میمونه، خیلی زن مهربونیه، تنهایی مخصوص خداست. فقط یکم از تنهایی میترسه، تنها که میمونه هول میکنه،
تنها کسی که هوامو داره مامانمه، جز اون کسی رو ندارم. کسی دیگه ای رو نداری؟ نه ندارم. نسبت به مادرتون چه احساسی داری؟ دین، اینه حسم، اون فرشته نگهبانمه. بعضی وقتا هم فرشته ها قدرت محدودی دارن. شما هفته پیش میگفتین که پدرتون موقع تنبیه کردن شما از روش های عجیب استفاده میکرده. اون موقع ها مادرتون کجا بود ها؟ خونه. میخواستین کجا باشه؟ پس یعنی وقتی ناپدرتون داشت بدنتون رو میسوزوند، مادرتون دقیقاً پیشتون بود، چی کار میکرد؟ میگفت بیشتر بسوزون، اصلا آتیشش بزن. این چه سوالیه میپرسین؟ جدن این چه سوالیه؟ چی کار میتونست بکنه؟ زن بیچاره خودشو با آب و آتیش میزد، نمیتونست بیاد تو اتاق. عجب سوالی. ناپدری من از اون تیپ مردان نبود که به خاطر اینکه زنش ترکش نکنه بیاد بشینه با روانشناس حرف بزنه، چون اون هیچ وقت آروم نمیشد، هیچ وقت. اگه مامانم زیاد اصرار میکرد اونم کتک میخورد، بعد یه گوشه گریه میکرد. زنها این دور زمونه کتک نخوردن، نمیدونن. با اینکه مادرتون دید شما آسیب میبینین بازم تو اون خونه زندگی کرد، به نظرتون چرا؟ خب معلومه دیگه، اثر ناچاری. خیلی ببخشید اون موقع ها همه زنها استقلال مالی نداشتن که یه بار که دعوا شد ساکشون رو جمع کنن از خونه برن. تو این مملکت این چیزا خیلی زیاده، زیاده. خب رفتن و امتحان کرد، یعنی به خاطر حفظ سلامتی شما امتحان کرد که از اون خونه بره؟ ببخشید انگار شما منظورمو نفهمیدید. وقتی مامانم کتک میخورد چطور باید زوراش به اون مردی که میرسید؟ شما کوچیک بودین آقا آدم، خیلی طبیعیه که زورتون به باباتون نرسه. وظیفه بزرگتر است که از بچه های اطرافشون مواظبت کنن. یه لحظه ببینین، مامانم برای اینکه از من دفاع کنه هر کاری از دستش برمی اومد انجام داد. وقتی بابای خودم منو جای سگ تو حیات نذاشت و قبول نکرد، مامانم برام یه خونه پیدا کرد، میفهمین؟ مامانتون برای اینکه شما یه خونه داشته باشین یه راهی پیدا کرده که ناپدریتون رو ببخشه. شما از همسرتون توقع همچین بخششی رو دارین، درسته؟ ببینین، اولا مامان من اون مرتیکه رو هیچ وقت دوست نداشت، هیچ وقت دوست نداشت، فقط مجبور بود بمونه پیشش. این چه وضعیه؟ شما چرا همه چیزو با هم دیگه قاطی میکنین؟ نمیشه اونجا بشینین مادر بیچاره منو قضاوت کنین که اون موقع شرایط خاص بود. شما اصلا حرفای منو گوش میدین؟ آره؟ چرا؟ اگه موافق باشین برای امروز تو همینجا کافی. چرا تموم شد؟ بهتره یکم فکر کنیم ببینیم. احتمال داره که شما از همسرتون توقع داشته باشین فداکاریای مادرتون رو بکنه یا نه؟ ببخشید من به چی این باید فکر کنم؟ مامانم من از جونش بیشتر دوست داره و منم تنها دارایی اون توی این دنیا هستم. تموم شده رفت، دیگه به چیش باید فکر کنم؟ میدونم که مادرتون شما رو بی قید و شرط دوست داره. خب که چی؟ اولی نمیدونم اون آدم کوچولو رو همینقدر دوست داشته یا نه. تموم شد؟ باشه روزتون بخیر. باشه روزتون بخیر. عاشقتم، اینا همش به همه میگم که عاشقتم عاشقتم. میشه منو ببری پیش خالم؟ بله حتما. عروس خانوم، دخترها میخوان میز شام آماده کنن،
شما برمیگردین یا امشب شام اینجا نیستین؟ من چند روز نمیام. اگه کسی پرسید بهشون بگو. ممنون، جلو میشینم. بله. الو آبجی نورگل، فکر کنم شارژ گوشی سرایا تموم شده. تو الان باید اومده باشه خونه. گوشی رو بهش میدی؟ سرایا خانوم اومدن ولی زود رفتن بیرون. رفتن خونه خالشون. گفتن چند روز میمونن اونجا. سرایا. اگه میخواییم به نزید زنگ بزنم بگم برگردن. آخه تازه رفتن. نه نه نمیخواد. خیلی ممنون. مهم نیست. فعلا. پیدات کردم. یواشکی اون پشت چی کار میکردی سنجاب خان؟ کارای یواشکی رو تو میکنی. مگه تلفن ممنوع نبود؟ اگه من زنگ میزدم که سرمو میخوردین. با مامان بابای دوستم یه گروه شدیم پانتومین بازی میکنیم. زود باش بیا. ببین چی میگم، یکم از این بخور. آی نه فکرت، اون تنده. مزه شیرمو عوض میکنی. نه بابا تند نیست. تند داری؟ خیلی. داشتم فکر میکردم که خیلی وقت بود دوتایی نیومده بودیم بیرون. خب راستش نشد برای هم دیگه وقت بذاریم. حتی یادم نمیاد آخرین بار کی دوتایی اومدیم بیرون. میگم زنگ بزنیم ادا رو ببینی؟ ایپک همین الان رسیدیم. ویلکم. به شیر دادی و براشم شیر گذاشتی. گلستان که تا حالا خیلی خوب ازش مراقبت کرده. حتما این دو ساعت هم ازش مراقبت میکنه. تازه مادرت هم خونه است. اونم کمک میکنه. آره تو راست میگی. من تا الان به بچم نرسیده بودم. ولش کرده بودم. دیگم نباید نگرانش باشم. ببین ایپک، منظور من این نبود. به فکرش نباش، من خودم خوشم میاد که تو به فکر بچه‌مونی. ولی به نظرت یکم زیاد روی نمی کنی؟ شاید به خاطر این که اول بهش نرسیدم. الان یکم عذاب وجدان دارم. حس میکنم بهش بدهکاره. نمیتونم حسمو برات تعریف کنم. فکر میکنم اینم رفت که به هورمونام داره. حس عجیبی میکنم. برای تو سخت دوز خوبی بودستم. آره شاید نتونم درکت کنم ولی میتونم آرومت کنم. معذرت میخوام. دخترها من میرم دستامو بشورم. من میرم دستشویی و زود میام. باشه برو. مامان همه چی خوبه؟ گریه که نمی کنه. نتونستم پیش فکرت صحبت کنم، اومدم تو دستشویی. وای مامان چه دوایی آخه. چیز خوبه، نگران نباش. مگه تازه با فکرت آشنا شدم؟ آخه تو که میشناسیش. اون به جز من کسی دیگه ای رو نمیخواد. ببین از بحث عدو به کجا رسیدیم. بابا خودت که دیدی، حتی وقتی مریض بودم و نگاش نمیکردم چطوری مثل پروانه ها دورم میچرخید. اون عاشقم علت هست. حتی اگه من بخوامم اون ولم نمیکنه. اگه اون بابا شده خب منم مامان شدم. نمیتونم هم که به اون برسم هم به بچم. الان نمیتونم بچه رو ول کنم باهاش برم مسافرت. خیلی خوب مامان، من دیگه باید برم. یادت نره صورت بچه رو ببوس. خب گردنش رو بوس کن لطفا. قبلنم گفته بودم. خب بگذاریم، ولش کن. یه چیز دیگه،
مامان تو صورتش نفس نکش، بیشتر از پشت بغلش کن. خوب دیگه سفارش نمی کنم و مامان حواستون باشه بهش، خواهش می کنم، اون خیلی حساسه. باشه باشه مامان، نمی خواد به من شوهر داری. من خودم بلدم اگه گریه کرد سری به این سر بزنم.